درود بر شما با 180 ثانیه پنجشنبه چهارم دی ماه ما رو همراهی کنید. منوچهر بختیاری پدر پویا بختیاری از کشته شدگان اعتراضات آبان ماه سال گذشته از اینکه خود و اعضای خانوادهش بارها بازداشت شدند و از زمان کشته شدن پسرش تحت فشار هستند نوشته و میگوید با این فشارها قصد دارند مانع دادخواهیشان شوند. او که به تازگی از زندان آزاد شده در یک پست اینستاگرامی نوشت که به دلایل واهی بازداشت شده و به او و خانوادهش تهمتهای ناروایی زده و در دادگاه آنها را به فساد متهم کردند. او میگوید این اتهامات را قبول ندارد. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا اعلام کرد که دولتش قصد دارد یک روز ملی را به قربانیان فجایع هوایی اختصاص دهد. به گزارش CBC او گفت که روز 8 ژانویه، روزی که یک سال پیش هواپیمای اوکراینی در اثر شلیک موشک‌های سپاه پاسداران در نزدیکی تهران تاقید شد، روز ملی یادبود قربانیان فجایع هوایی نامیده می‌شود. فرزند ناهید تقوی، شهروند ایرانی آلمانی که در زندان اوین به سر می‌برد، می‌گوید مادرش همچنان در سلول انفرادی است و مقام‌های زندان به ناهید تقوی اجازه تماس با فرزند خود را نیز نمی‌دهند. همچنین نزدیکان مسعود مصاحب، شهروند اتریشی ایرانی زندانی در ایران، می‌گویند که سی‌تی اسکن قفسه سینه او نشان داده که آقای مصاحب به کرونا مبتلا و او به درمانگاه اوین منتقل شده است. کارمند روابط عمومی اداره پست هرمزگان که روز گذشته فیلمی از رقص او در فضای مجازی منتشر و خبر از اخراج وی آمد، بازداشت شده است. این فرد که عصر دیروز خبر اخراج او توسط مدیر کل روابط عمومی شرکت ملی پست ایران تکذیب شده بود، با صدور قرار بازداشت توسط دادستانی استان هرمزگان دستگیر شده است. 150 نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا چهارشنبه 3 دی ماه در نامه‌ای به جو بایدن، رئیس جمهوری منتخب این کشور، از رویکرد او برای بازگشت به توافق هسته‌ای با ایران موسوم به برجام حمایت کردند. مقام ارشد بهداشت عمومی قاره آفریقا روز پنجشنبه خبر داد که نوع جدید دیگری از ویروس کرونا در نیجریه ظاهر شده است که با گونه‌هایی که به تازگی در بریتانیا و آفریقای جنوبی شیوع پیدا کرده تفاوت دارد. به گفته وی در این مورد تحقیقات بیشتری لازم است و درباره آن این هفته مرکز یادشده جلسه اضطراری در آفریقا برگزار خواهد کرد.